سرخط خبرها و مهمترین ها. طالبان 7 ثور را محکوم و 8 ثور را تجلیل کردند. جبهه مقاومت ملی از کشته شدن 2 جنگجوی طالبان در هرات خبر داد. جوان 24 ساله افغان در یک رودخانه ایران غرق شد و همچنان در پایان خوشی که با شنیدنش چشمایتان را روشن میکند. مشروع خبرها. طالبان روز شنبه در بیانیه کودتای 7 ثور را محکوم کرد و از 8 ثور سالروز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و پیروزی مجاهدین تجلیل کرد. برخی مقامهای طالبان در مراسم در تلویزیون ملی سخنرانی کردند. در بیانیه طالبان آمده است امارت اسلامی افغانستان کودتای کمونیستی 7 ثور و این روز سیاه را محکوم میکند و 8 ثور را ارج میگذارد و آن را روز آزادی کشور میداند. در همین حال مقامهای طالبان در تالار رادیو تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است تای برنامه از 8 ثور تجلیل کردند. خلیل حقانی سرپرست وزارت مهاجرین طالبان در مراسم گفت که مجاهدین پس از پیروزی در برابر شوروی توسط دشمن فریب خوردند و برای قدرت به جان هم افتادند. آقای حقانی هشدار داد آن دشمنی که مجاهدین را فریب داد و در میانشان کمونست‌ها را جابجا کرد و تنظیم‌های مجاهدین را به افراطی و اسلامگرا تقسیم کردند هنوز هم در کمین است. این عضو کابینه طالبان میگوید که فلسطینی‌ها 70 سال بیشتر از مجاهدین مبارزه خود را آغاز کرده بودند اما چون حامی خوب نداشتند هنوز به هدف نرسیده است. خلیل حقانی گفت فلسطین 70 سال پیش از ما مبارزه خود را شروع کرده بود و حالا به یک قرن میرسد چون پشت سر خود یک قدرت، یک دولت یا یک همسایه را نداشت و ندارد که زخمیانشان را درمان کند، مهاجرشان را بپذیرد و اکمالات کند. 46 سال پیش در 7 ثور سال 1357 خوشیده حزب دموکراتیک خلق افغانستان تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق در یک کودتای خونین به حکومت جمهوری داوودخان پایان داد. این گونه پای شوروی سابق به افغانستان باز شد. جبهه مقاومت ملی از کشته شدن 2 جنگجوی طالبان در هرات خبر داد. جبهه مقاومت ملی میگوید نیروهایش 2 عضو گروه طالبان را صبح روز شنبه در مقابل ریاست امور مهاجرین شهر هرات کشتند. این جبهه گفته که این 2 جنگجوی طالبان عضو لوای سرحدی طالبان بودند. جبهه مقاومت در خبرنامه نوشت که این حمله به افراد ملکی و نیروهایش آسیب نرسیده است. مقامهای طالبان در مورد چیزی نمیگویند. جوان 24 ساله افغان در یک رودخانه ایران غرق شد. سازمان حقوق بشری هالوش خبر داد که روز جمعه یک جوان 24 ساله افغان در رودخانه سرباز در ولایت سیستان بلوچستان ایران غرق شده است. گفته شده پیکر این جوان افغان پس از چند ساعت توسط مردم محلی و هلال احمر منطقه پیدا و بیرون آورده شد. هالوش در حساب کاربری خود در اکس نوشت که این جوان افغان قصد آبتنی داشت که غرق شد و جانش را از دست داد. آصف آشنا در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد 7 کشته و زخمی طالبان در کابل. حملات چریکی هدفمند جبهه مقاومت ملی همزمان که از نگاه تعداد افزایش یافته در حال گسترش میدانی نیز می‌باشد. این جبهه خبر داده است که چریکی‌های عزت و آزادی حوالی ساعت 5 صبح امروز وقت افغانستان، یعنی به وقت افغانستان، در شهر هرات با انجام یک حمله موفقانه 2 تروریست طالب را کشتند. همزمان با این در حوالی ساعت 8 جمعه شب به وقت کابل 2 طالب تروریست را در حوزه 17 امنیتی شهر کابل کشتند و 3 تن دیگر را زخمی کرده است. دشمن که کمر به سلاخی هم ارزش‌ها بسته است باید با تفنگ و دفاع مشروع به چالش کشیده شود. آره که این مبارزه سخت است. آره که همه ما میدانیم مقاومت و دفاع مشروع در مقابل دشمن تا این حد وحشی چرای سخت و دشوارگذر در پیش دارد. از امین رو به کسانی که با هر نیت حدیث یأس میکنند و نباید گوش داد، گوش ندادن به حدیث یأس به این معنا نیست که نقدهای جدی و پرسشگرانه در قبال جایگاه ارزش‌های حقوق بشری و ارزش‌های آزادی بنیاد را پس بزنیم. فعلا اما فصل دشوار دفاع مشروع است. برای همین سر چریکی ها به سلامت. بحران چپ، چرا دولتگرایی به شکست سیاست رایی بخش می انجامید؟ دولت ابزار سرکوب یک طبقه علی طبقه دیگر است. این تعریف است که فریدریش انگلیس، یار و همکار میشگی کارل مارکس و از مراجع تئوریک جنبش کمونیستی در صدر جهان از دولت داده است. این تعریف وعده معروف و جا افتاده است که هر کس با کمترین معلومات درباره چپ آن را خوانده یا شنیده است. با این حال وقت با آن چه جریان ها و احزاب چپ در جهان از جمله در افغانستان که مرتب در نظریه پردازی پیرامون هر مسئله به مارکس و انگلیس ارجاع میدن تا حقانیت بحث خودشان را ثابت کند نگاه میکنیم. آشکار میشود که آنان گرچه در نظریه مرتب به این گفتار معروف انگلیس و شاید
بیش از هر نقل قول دیگر او استناد کردند. در عمل نه تنها امنیت به آن قائل نشدند، بلکه برعکس سرکوبگرترین دولت‌ها را ایجاد و برای حفظ آن از هیچ کاری دریغ نکردند. مارکس و انگلیس اینجا هم مورد سوء استفاده و یا بدفهمی قرار گرفته و بیشتر قربانی به حساب می آیند تا شریک جرم. البته مارکس بعض زیاد در مورد آنچه دیکتاتوری انقلابی پرولتیار می خواند نکرده است. برخورد مبهم او به این پدیده زمینه را برای خوانش های متفاوت و همینطور نظریه پردازی های متضاد در مورد مسئله دولت فراهم کرده است. اما با یقین کامل می توان گفت که مارکس یکی از دشمنان آشتی‌ناپذیر دولت بود و هرگز خواستار ایجاد رژیم های از نوع آنچه در شوروی و چین شکل گرفتن نبود. حتی از گفتار بسیار فشرده و در جزو نقد برنامه گوتا هم بر روشنی می توان نتیجه گرفت که مارکس از روی ناگزیر تنها به یک دوره گذار سیاسی موقت اشاره می کند. او نه تنها خواستار ایجاد دولت فوق سرکوبگری که مرزهای زندگی شهروندان را کنترل کرده و کوچکترین روزنه برای رشد و نهادی نشدن دموکراسی باقی نگذارد نبود، بلکه دشمنی آشکار و عمیق با این نوع از رژیم های سیاسی داشت. اصلا کل پروژه سیاسی مارکس و انگلیس پا دولت است، نه دولتگرا. آنان خواهان نابودی هر چیزی در دولت به صورت برقرار جامعه خودگردان و وفاقی بودند. با این توضیح مختصر می‌خوایم به موارد تاریخی و مشخص سر بپردازیم. چرا جریان‌ها و عذاب‌های سیاسی چپ که ارادت عجیب غریب هم به مارکس انگلیس داشتند، برخلاف مراجع بزرگ تیوریکشان دست به ایجاد دولت‌های فوق سرکوبگر زدند؟ و اگر این بحث را به افغانستان بکشانیم، چرا حزب دموکراتیک خلق که با حمایت بدرق شوروی قدرت را به دست گرفت، نه تنها کمک بر رشد و شکوفایی سیاست چپ نکرد، بلکه مایه بدنامی و دنیای فروپاشی پروژه چپ در کل شد؟ پس از مرگ مارکس و انگلیس، مسئولیت خوانش و تفسیر آرا و عقاید این دو اندیشمند بزرگ بر دست کسان افتاد که نباید میافتاد. آنان هرگز پیشبینی نکرده بودند که انقلاب پرولتری در روسیه و یا چین رو خواهد داد. مارکس و انگلیس تنها برخی کشورهای اروپایی را واجد شرایط بروز انقلاب پرولتری می دانستند. کشورهایی که سرمایه‌داری صنعتی در آن به مرحله از رشد و توسعه رسیده بود که آبستن و تحول کمونیستی شوند. اما برعکس پیشبینی های این دو متفکر رادیکال، انقلاب کارگری در روسیه کشور کمتر توسعه یافته در مقایسه با اروپا رخ داد. کمونیست ها روس هایی که مسئولیت رهبری این تحول تاریخی بزرگ را در کشور به شدت جنگ زده و درگیر بحران اقتصادی بر دوش داشتند، با توجه به شرایط آن زمان روسیه مجبور به نظریه پردازی های جدید و حتی متضاد با آرای مارکس و انگلیس شدند. ولادیمیر ایلینچ لنین رهبر کمونیست های روسیه سعی کرد شرایط آن زمان کشورش و چالش های فرارای انقلاب اکتبر را طور تئوریزه کند که ضرورت حفظ دولت توجیه شود. به نظر می رسد چاره جزی ندارد. دیگر خبر از دوره گذار سیاسی موقت مورد نظر مارکس نبود. دولت کارگری آماده بود تا بماند و سوسیالیسم بسازد که ساخت. اما این سوسیالیسم با آنچه مارکس انگلیس می گفتند تفاوت زیاد داشت. بحران های پیش آمده پس از پیروزی انقلاب اکتبر 1917، از جمله جنگ داخلی که کشورهای اروپایی آتش بیار آن بودند، لنین و تروسکی چاره نگذاشت که برای حفظ آنچه دیکتاتوری پرولتاریا می خواندند که در اصل دیکتاتوری حزب کمونیست بود، سیاست سرکوب بر آب را اجرا کنند.